و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز، وقتتون بخیر باشه. بچه اومدم امروز در رابطه با چند تا مورد صحبت بکنم که یه حرفای کلی هستش که فوق‌العاده به دردتون میخوره، به خاطر اینکه دیروز کلی اتفاقها افتاد. اونم این بود که شورای نگهبان متوجه شدیم که دیشب کلن زد طرح مجلس رو رد کرد به صورت کامل و بعید میدونم اصلا حتی بخواد اصلاح بشه و اصلا بخواد دوباره این طرح مجلس از اول اصلاح بشه و دوباره به شورای نگهبان ارسال بشه. اصلا کلا بعیده دیگه همچین اتفاقی بیفته. و همونطور که دونستید خیلی ها مخالف بودن، خیلی ها موافق بودن، که از نظر خودم جفتش گفتم خوب بود که هرچند این کنکوری که میخواییم برگزار بکنیم به واسطه یه تأثیر قطعی معدل برای کنکوری های زبان خوب هستش، یعنی برای کسایی که تجربی هن، انسانی هن، ریاضی هن، برای اینا آنچنان خوب نشد خدایی، ولی برای کسایی که زبان هستن کاملا خوب شدش که تأثیر قطعی اتفاق افتاد. چون همونطور که میدونید تقریبا بین 26 تا 30 درصد فقط تأثیر قطعی معدل توی زبان هستش و اگه بخوایم دقیق تر بگیم همون 26 درصد میمونه و تأثیری و تغییری اتفاق نمیفته، که خب به نفع زبانی ها هستش کاملا. اما میخوام در رابطه با ترمیم معدل یه صحبتی رو براتون انجام بدم. فقط اینو بدونید که کنکور 1403 با تأثیر 50 درصد تأثیر قطعی معدل برگزار میشه، یعنی چه توی تجربی، چه توی ریاضی، چه توی انسانی تأثیر برای ما 50 درصد خواهد بود. اما بچه ها ترمیم معدل طبق پیگیری هایی که من کردم به هم گفتن که وزیر آموزش پرورش کلن و رسمن طبق آخرین مصاحبه‌ای که داشته، بچه ها فعلا وایستید میخوام راهکار بهتون بگم، سریع تا یه جمله رو میشنوید ویدیو رو قطع نکنید به ضرر خودت تموم میشه، گفتش که آقا وزیر آموزش پرورش طبق آخرین مصاحبه‌ای که کرده رسمن با در واقع ترمیم معدل مجدد مخالفه، کامل مخالفه. یعنی میگه همونطور که یه ویدیو قبلا هم ضبط کرده بودم گفته بود آقا ما نمیخوایم به بچه ها بیاییم و فرصت مجدد ترمیم رو بدیم. عملا تا الان وقتی فرصت مجدد داده نشده احتمالا دیگه داده نمیشه، مگر اینکه خود وزیر آموزش پرورش باز بیاد بگه که آقا ما فرصت ترمیم رو میدیم، چون کسی نمیتونه دست ببره، مثلا سنجش نمیتونه بیاد بگه ما فرصت ترمیم میدیم. نه، آخرین رأی و آخرین حرفو باید وزیر آموزش پرورش بزنه. حالا میخوام بهتون چند تا راهکار بدم. یا باید برید اگه از ترمیمتون که استفاده نکردید خب میتونی ترمیم معدل کنی، یا اگه سال 12 هستی همون نمره‌ای که خرداد میگیری حساب میشه و ترمیم نمیتونی بزنی تا خرداد سال آینده، اوکی؟ و نکته آخری که بچه ها میتونن و راه آخری که کسایی که ترمیم کردن از قبل میتونن انجام بدن اینه که دیپلم مجدد بگیرن. شما وقتی دیپلم مجدد بگیری میتونی خب قاعدتا هم فرصت ترمیم برات ایجاد بشه، هم یه دیپلم مجدد بگیری، که البته دیپلم مجدد بگیری یه سری ایرادات هم داره. شما فرض کن شما رشته تجربی هستی، نمیتونی دوباره بری تجربی رو بگیری طبق چیزی که من پرسجو کردم، باید بری یه رشته دیگر رو بگیری، اوکی؟ و وقتی بری سراغ اون خب مسلما با درس‌های خیلی سختی روبرو میشی و دوباره از اول باید یه سری درس‌ها رو بخونی که بچه‌ها عملاً اینجا به بنبست میخورن، چون ترمیم معدل دیگه براشون وجود نداره، عملاً به بنبست میخورن. حتی من خیلی ها رو میشناسم که همین کنکور امسال کلن ترمیم نکردن، یعنی فرصت ترمیمشون همچنان پابرجا هستش، ولی خب به هر حال متاسفانه فرصت ترمیم تا به الان داده نشده و فکر نمی کنم هم داده بشه.